زن و مرد در شام از روی مدنی مساویس ای بنا سرخی تنه و کفنه خداوند یکتا و یگانه و درود به پیامبر آخرین حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم محمد مصطفی. امروز روز سه‌شنبه اول فوریه 2022 میلادی است و ما فرید یونس گردانده و تهیه کننده دکتر یونس شو از تلویزیون جهانی آریانا افغانستان در خدمت شما هستم. مهمدار سر وضع افغانستان صحبت میکنیم و بعضی مسائل دیگه هست که به شما باید بگویم. در اول کتاب Theaters of War براتون معرفی میکنم. Theaters of War که این کتاب مدش یکی از نویسندگان از این کتاب مستم. 11 سال پیش در امریکا یک درامه انگلیسی آمد به نام Theater of War، تئاتر جنگ، و این درامه در 3 پرده بود و ما او را رفتیم، دعوت شدیم و او را دیدیم. در 3 پرده بود، یک پرده اول بود امیر عبدالرحمن خان و دیوند، پرده دوم بود اشغال روس شوروی و پرده سوم بود اشغال ایالات متحده امریکا. و بسیار یک درامه جالب بود که ساخته بودم و بعد از اینکه درامه خلاص شد، یک هفته بعد یا 2 هفته بعدش 11 سال پیش بر ما یک ایمیل آمد که اگه شما علاقه داشته باشین که در یکی از پرده‌ها را به یک بررسی کنین یا نقد کنین یا تقریض نشته کنین، هرچی که میکنین یک پرده شد. من چون تحقیقات زیاد درباره دیوان و امیر عبدالرحمن خان کرده بودم، باز من برشان نشته کنم، من درباره دیوان نشته میکنم. و بالاخره ما این کار کردیم و اما 10 سال گرفت که کتاب چاپ شد. کتاب امسال 2022 از چاپ برآمده، یعنی 11 سال پوره گرفت که کتاب از چاپ برآمده. شاید که کمی کسی که گرد آورنده این کرده بود مقالات مشکل داشت که یک ناشر خوب پیدا کنه یا چطور، ما واش نمیفهم، اما بالاخره این کتاب چاپ شد، Theaters of War، و من یکی از نویسندگانش هستم. درباره دیورند و امیر عبدالرحمن خان نوشته کردیم. این کتاب هم در آمازون به دسترس مردم است و هم در bloomsbury.com اگر برین در اوجا شما میتونین که یک تخفیف بگیرین، برای از اینکه متاسفانه این کتاب بسیار زیاد قیمت است در آمازون، اما اگر شما بخواین که یک در ارزانتر بگیرینش در خود ناشر برین که Bloomsbury B-L-O-O-M Bloomsbury B-U-R-Y باید میتونین برای من زنگ بزنین اگر کس علاقه داشت و این از Bloomsbury که بخرین ارزانتر تمام میشه. و در یک بانوی دیگام به نام دکتر بهار جلالی که استاد تاریخ هستند در یک از دانشگاه های امریکایی در شرق امریکا، او هم سر موقف زن و اینا نوشته کرده که در بخش 20 سال اخیر بود و باقیش نویسنده های دانشگاهی امریکایی و انگلیس است. Theaters of War که من در این کوهاتر هستم یا همکار نویسندگی هستم در این کتاب، و شما ایره میتونین که از Bloomsbury و یا آمازون بگیرین، کسایی که به مطالعات تاریخ و فرهنگ و
در این قسمت تئاتر در افغانستان علاقمندی دارن. دفته که گذشت یک مظاهرات در پاریس شد بر علیه طالبان که بسیار پرجوش بود در پاریس، و ما از تمام خواران و برادرانی که در این گردمایی در پاریس شرکت کردن قدردانی میکنم، تشکر میکنم. و این کارا به نتیجه نمیمونه، برای از اینکه از نگاه مسائل استراتژیک یک جنگ در مقابل یک قوا، دیمورالایزیشن که شما براندازی کنین از نگاه روحی، از نگاه روحی شما براندازی کنین یک سیستم، این مظاهرات و نوشته ها و سخنانی که در تلویزیون ها گفته میشه، این به نتیجه نمیمونه. این در صدای همیشه بسیار تاثیرگذار بوده که دیمورالایزیشن میگن، یا براندازی روحی یک سیستم. ما از تمام اخواران و برادرانی که در پاریس بی اجتماع را ساختن و مظاهره کردن و در هم جمع شدن و متحد شدن بر علیه استبداد، بر علیه ظلم، بر علیه آزادی انسان، بر علیه اسارت دین و سنت که یک برند خود میخواین سر ما تحمیل کنن، ما بسیار زیاد برشون تبریک میگم و قدردانی میکنم و ستایش میکنم. همچنان یک تعداد برادرها و خواهرای ما روز یک شنبه که گذشت 30 جنوری در مرکز واشنگتن دی سی، پایتخت امریکا، در مقابل اقامتگاه سفید یا کاخ سفید دور هم جمع شدن و بر علیه طالبا شعار دادن و نفرت خود و انزجار خود از این نظام استبدادی، نظام ظلم، نظام اسارت و نظام بردگی اینا اعلام داشتن، که من از تمام خواهر و برادرایی که در واشنگتن دور هم جمع شده بودن قدردانی میکنم، و مخصوصا از آقای عظیمی که گردانندگی گردمایی در واشنگتن برا انداخته بود. آمدیم سر یکی دو سه سوال شما که بود. اول در یک دو برنامه گذشته ما خدمت شما گفتم در مسئله امو پروسیجر یا مراتب اصولی نکاح. در هفته که گذشت در یکی از عروسی ها در شمال کالیفرنیا یک نکاح صورت گرفت و یکی از برادران بسیار گران قدر و محترم و عزیز ما که من احترام شخصا احترامش دارم و مرد مؤمنی است، این نکار خطبه را در اول خواند و این در عرف افغانستان نیست که نکاح در اول خطبه در اول خوانده شد. خب برای ما یک و در اونجا یکی از سرسفیدا برش گفته که می خود برای در اول نخوان، نمی خود برای در آخر بخوان، بعد از این که ایجاب و قبول و مهر تعیین شد. خب برای ما یک زنگ آمد که گرچه خودتی رو در تلویزیون گفتی، اما ای برادر ما قطعا معلوم است که نشنیده و یا نمی خواهی که از موقف خود پایین شد اگر امی یک چیز نوشته شود. باز من تحقیق کردم در مورد امی خود تنها خطبه نکاح. خطبه نکاح در احادیث حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین هیچ نامده که شما خطبه در اول بخوانین یا خطبه در آخر بخوانین، این چیز هیچ نامده. پس مسئله خطبه یک مسئله اختیاریست که اگر کسی خطبه میخوانه در نکاح یا نمیخوانه هیچ مهم نیست، خطبه خوانده شد نخوانده شد. نکاح دو سه بلاک یا ستون عمده داره. یکیش دیدار زن و مرد است که یک زن و مرد یکی دیگر را ببینن و تفاهم داشته باشن،
و اولش ایجاب و قبول است، باید که ایجاب و قبول شود. وقتی که ایجاب و قبول میشه باید مهر تعیین شود. اینا رو در قرآن مجید که مرجع اول شرع در اسلام است و بعد از اون احادیث ثقه از رسول کریم، ثقه به خاطر میگم که بعضی احادیث جعلی داخل متون دینی ما شده، از اون خاطر باید که احادیث با نص قرآن سر بخورن. اداره در مسئله خطبه هیچ حدیثی در دست نیست و پس نزد علما خطبه یک مسئله اختیاری است، کسی میخونه یا نمیخونه. اما یک عرف حسن است که منیس اختتامیه امی سوره آیه اول سوره نساء منیس یک اختتامیه میخونن و دعا میکنن در آخر، بعد از او که مهر تعیین شوه، ایجاب و قبول و مهر تعیین شوه، خطبه میخونن. وکیل هم در این وقتا ایچ ضرور است، بعضی دخترها خودشان در مجلس عقد حضور می داشته باشن و خصوصا که پدرشان حاضر می باشن. وقتی که پدر حاضر باشه باشد با وکیل نیست، وکیل پدر وکیل یعنی وقتی که پدر مریض باشد، در بستر باشد، گنگه باشد، در مسافرت باشد، زندان باشد، فوت کرده باشد، در وقت یک پدر وکیل. اما حالا دخترها کلشان تحصیل یافته شدن و خودشان سرشان از 18 به بالاست و نکاح صغیره در جهان امروز مطلق حرام است که کسی نکاح صغیره بکنه، بر از اینکه اختلاف الاحکام بالاختلاف زمان، احکام نظر و شاید زمان و مکان تغییر میکنه و ما نباید که دخترهای خردسال نکاح کنیم. امروز افغانستان به خاطر فقر و گرسنگی و اینا حتی دخترهای خود فروختن و یا دخترهای خود عمر کم نکام میکنن، که چیزا کلش خلاف شریعت و خلاف اخلاق مدنی اسلام و خلاف انسانیت و شرافت است. اما مردم که گوش نباشم گوش خوکم که باشم میخورن، چه خواسته که یعنی فقر یک بدبختی یک جامعه است که انسان میخورن، واجد به دیگه گپا نیست. نالا بریم سر مبخشین اصل مسئله نکاح، که نکاح نوم ایجاب و قبول و مرد که تعیین میشه اینمی کافیست. اما نمیشه که آدم یک دعای رو بخونه پیش از اینکه مرد تعیین شده، ولو که امو آیه سوره نساء آیه اول امو یک دعا باشه، امو رو باید آدم نخونه، برای از اینکه قرآن مهر مطرح میکنه. وقتی قرآن مهر مطرح میکنه لذا باید مهر معین شود، بعد از او اگه دعایی میشه و آیت خوانده میشه درست است. و بعد من همراه برادر ما از طریق تکست صحبت کردم، کسی نکارم بعدم مثلا محترم است، معزز است، من دوستش دارم، منتها وقت موقف خود نمیبره، میگه که علمای تسنن یعنی کار کردن، علمای تسنن یا تشیع هر کدامش باشه اشتباهات زیاد کردن و ضرور نیست که ما عقل خودم مصالحه کنیم با علمای تسنن و تشیع در صورتی که نه حدیث در مورد وجود داره نه در قرآن موضوع آمده. باید که ما شرایط عینی جامعه را ببینیم شماره یک، و دوم ببینیم که قرآن چی موضوع چطور مطرح کرده وقتی که هیچ حدیثی در مورد نیست و قرآن مسئله مهر مطرح میکنه در نکاح. پس مهر اول باید تعیین شود، واجد به حدیث نیست، واجد به علما نیست. و علمای سنی باشه یا شیعه باشه بسیار اشتباهات کلان کردن. مثلا در متون دینی ما آمده که زنان ناقص العقل است، حالا میره شما قبول میکنین؟ ما بریم برادر ما رو شام کردن، حالا میره شما قبول میکنین زنان ناقص العقل است؟ یا مثلا در متون دینی ما آمده که ترجمه کردن که زنان رو بزنین، حالا شما زنان رو میزنین؟ یعنی تفاصیل غلط و ترجمه غلط و تحلیل و تعویل غلط باعث بسیار بدبختی زنا و مردای مسلمان شده و یک دلیلی که مسلمان ها بسیار شدید پسمان هستن و عقل مانده هستن و خود از این میرن در این متون گذاشته رجوع میکنن، در حالی که هیچ عقل خود نمیسازه. کار بابا آلوف و هزار سال پیش گفت، حالا من چی میتونم بکنم بر جامعه امروز؟ اینا هیچ قطعا هیچ نمیخواهند که فکر کنن سرش. و باید بر شما میگم که ایجاب و قبول و مهر تعیین شوه، بعد از روی دعای خوانده میشه و هر کسی که دعا را در اول میخونه، هیچ حدیث در این مورد نیست، شرع هیچ طور یک حکم نکرده و این از شکم
علما برآمده بدون داشتن مأخذ. همیشه ملایگان دفعه میگم که کوک مأخذت. اینه من اینو از شما پرسان میکنم که مأخذ شما کجاست؟ انسان ها خود مأخذ نیست در مسائل دین. انسان ها مأخذ در مسائل دین نیست. در مسائل دین قرآن کوام نظر به عدالت و نظر به مقتضیات عصر تفسیر شود. نه ای که متنی اما متن شما قبول کنید. دوم حدیث که او مطابقت به قرآن داشته باشه. اگر حدیثی که مطابقت به قرآن نداشته باشه او حدیث یک حدیث جعلی است. پیروید. تمام. لذا من چیزی که بر شما میگم ایسته که ببخشید. بسیار معذرت میخواهیم که این کامپیوتر من بطریش ضعیف شده بود. تو یک اشاره دادن که من باید که بطری خودش روشن کنم. بطری کامپیوتر اول ایجاب و قبول، بعد از او تعیین مهر، بعد از او دعا. تمام. و هر کسی که کار میکنه حجت شرعی ندار. انسان ها هر چیز گفتن. آمدن یوسف قرضاوی آمد گفته که انتحاری کنیم. امروز تمام جهان به شمول افغانستان در بدر کردن که یک فتوای غلط. مبارزه اسلامی به انتحاری نمیشه، با کشتن مردم بیگناه نمیشه. 20 سال طالبای خائن دین، خائن ملت، اینا مردم بیچاره را کشتن و امروز خودشون در قدرت نشستن و امروز و افغانستان بالکل به قهقرا بردن به نام دین و سنت. شما مردم افغانستان باید که بر علیه استثمار دین مبارزه کنید. دین بر از این آمد که شما قید باشین. دین بر از این آمد که شما در قیودات زندگی کنید. دین بر از این آمد که شما آزاد باشین. دین بر از این آمد که شما خودتان بر خود تصمیم بگیرید، نه ای که بر شما دولت تصمیم بگیره یا یک ملا تصمیم بگیره یا یک مرکز دینی. خود در اسلام قطعا وجود نداشتن مانند عیسویت که ما بریم پیش اسقف کلیسا که من چه قسم مسلمان باشم. یک سوال دیگه آمده بود، دفن در خاک. آیا در خاک دفن یعنی چطور هستیم؟ چون که از این رسول کریم صلی الله علیه و سلم در خاک مانده شده، وقتی که دفن شده در خاک مانده شده، از اون خاطر یک سنت غیر مؤکد است. یک سنت غیر مؤکد. غیر مؤکد چراست؟ به خاطر از این که سنت و حدیث تفاوت داره که مولای نادان قطعا نمیفهمه. حدیث گفتار پیامبر است و گفتار پیامبر یونیورسال است. ببخشید، گفتار پیامبر یونیورسال است، یعنی جهانی است، یعنی که جاودانی است. یونیورسال را بهتر ترجمه کنیم که یعنی جاودانی است. گفتار پیامبر که با نص قرآن مطابقت داشته باشه او جاودانی است. مثلا همیشه گفتیم که قرآن میگه و قرآن را بزیدنی علمن الهی علم مفزایش بده، آموختن علم بر مرد و زن فرض است. این گفته پیامبر تا که جهان باقی است، در جاش باقی است. یا گفته که در سند علم باشه تا در چین. ای گفتش برای که علم سرحد نداره. ای گفته تا که جهان باقیست. ای گفته درست است. اما چیزی که ملا نمیخواید بفهمه و همیشه ایره انکار کردن که سنت مقید به زمان و مکان است. سنت مثل حدیث نیست. سنت یعنی روش زندگی پیامبر و او مقید به زمان و مکان است. در وقت پیامبر در او صحرای سوزان عرب و خشکی بالمدار حفر میکردن و کفن میکردن و کفن کردن هم در سنت آمده و دفن میکردن. اما آله شما اگر که میبرین که زمین تر است و او داره، برای از این که من خودم شاهد استم که در یک جنازه رفته بودم و زمین او داشت. شما خود نمیدونید که مرده سر او بانین. پس یک تابوت که میخ نداشته باشه، یک تابوتی که یعنی فقط سرش شده باشه، برای از این که
حرمت مرده و جای باشن او را در تابوت میمانه دفن میکنه. احکام نظر به شرایط زمان و مکان تغییر میکنه و سنت ها مقید به زمان و مکان است. هر سنت نمیتونه که امروز تطبیق شود. کیرام مذهبی قطعاً نمیخواد بفهمه و یک رنگ برای من از کتاب فلانی و چطور اکوی منیر و چطور اکوی چطور برای من سنت نگیشه در کس مردم گفته. پیغمبر نگفته. همیشه بیاد داشته باشین شما مسلمان ها یکی کسی عقلتان کنترل نکنه و مجرد که عقلتان کنترل شد شما استثمار میشین به نام دین و به نام سنت. هرگز اجازه ندیم که عقلتان یکی که این مسائل مکروه مستحب و نیفم یارا که گفتن معلوم است که از دین یک چیز تکنیکی ساختن و این چیزایی نیست که محمد صلی الله علیه و سلم گفته باشه. اینا در مسئله دفن که در خاک مانده شوه ای بله یک سنت است، اما سنت غیر مؤکد است بخاطر از این که خود پیغمبر اینه نگفته که من در خاک بانیم. اینه نگفته، هیچ حدیثی وجود نداره که پیغمبر گفته باشه که من در خاک بانیم تابوت نکنیم. یک حدیث وجود نداره. خود مردم تصمیم گرفتن که دفن کنن و در خاک ماندن. بر از این که فلسفهش هم نیست، ما از خاک آمدیم پس خاک میشیم. اما وقتی که در قبر او نباشه، یعنی قبر سالم باشه و مشکلات دیگه وجود نداشته باشه، یکوان دفعه میتونه که این مشکلات وجود داشته باشه، پس یک تابوت ارزان قیمت که میخ نداشته باشه. چرا میخ نداشته باشه؟ به خاطر از اینکه اسلام بسیار شدید از روز اول برای ایکولوژی خدمت کرده. ایکولوژی یعنی که مسائل محیط زیست. اینا را در مسائل محیط زیست وقتی که یک تابوت رنگ می داشته باشه و میخ می داشته باشه را این زمین آلوده می کنه. وقتی که زمین آلوده شد او درست نیست برای صحت خود ما. پس برای اینکه زمین آلوده نشه باید تابوت میخ نداشته باشه، رنگ نداشته باشه، چیزای که باعث آلودگی زمین میشه باید نداشته باشه. اما اگر یک وقتی اتفاق می افته که شما امرای تابوت دفن میکنین، کدام گناهی نیست و شما میتونین امرای تابوت دفن کنین. مثل که امروز ببینین، مثل که امروز CDC یعنی مرکز امراض عفونی و دیگه امریکا اجازه نمیده که شما مرده را از او تابوت قطعی بکشین و دفن کنین به خاطر کرونا. خوب گوش کنین، CDC اجازه نمیده که شما یک مردن از تابوت قطعی که دوا زده شده و دیگه او را شما از قطعی بکشین و دفع کنین برزی که میشه که مرض زیادتر شو پیدا کنه. لزوم سرش که بسته شده و تابوت قطعی اون همون تو باید دفن شود. اختلاف احکام بالاختلاف زمان شرایط فرق میکنه و تال چندین تا از جنازه را رفتیم که تمون تابوته. اما یک تل وهابی ها چی میگن؟ وهابی ها میگن نه، این همی خاک مانده شده در لیورمور در شمال امریکا هر جاست برام لیورمور در اونجا هیچ اجازه نمیتم که تابوت قطعی باشه. باز یک چند تا لوده افغان همون رو سپورت میکنن. اون آدم طبق نیفمی که مرضی که او آدمی که در حسد کرونا و امکران و بعد بلا مرده باشه او میتونه که باعث شویه زیادتر مریض شود در داخل قبرستان. پس وقتی که تابوت بسته بشه در حسد شفاخانه و دواز و بیاد کسی که در مورد امراض میموره او شهید است، هیچ باز کردن از او ضرور نیست. یعنی از دین یک چیز هیولا ساختن که آدم بالکل ایران میمونه. واقعا آدم خجالت میکشه که بگه من مسلمان هستم بعضی کارهای میکنم به نام دین و سنت، مثل که امروز طالبای احمق میکنه دختران از بچه ها جدا کردن که فساد اینه، مثل که در میاد در مسجد شیعه و سنی اکثریت تامش زنان از مردها جدا کردن در وقت نماز، در حالی که در وقت حضرت رسول کریم زنان در پشت مردان نماز میخوان در مسجد قبا. خود از یک بدعت است که میکارم میکنن.
و دلیلش هم چیز که فساد نشه بابا. یعنی آدم بخواد فساد کنه او میکنه هر قسمی که بخواد فساد میکنه، اما تو دروازه مسجد در روی زنا بسته میگیری به خاطر از اینکه باش فساد نشه. تو زنا را یعنی که مردم بد اخلاق میدونی دیگه، معلوم دار یا سر مردا اعتماد نداری، اعتماد نداری یا سر زنا یا سر اردوش اعتماد نداری. و این به اعتمادی که قرآن با وضاحت میگه شما به زن و گمان زندگی نکنین مگر به یقین. تو از ایمان مردم چه خبر میدونی که فساد میکنه یا در دلش فساد است؟ مردم باید که آزاد زندگی کنن، با سنت براستی پیامبر زندگی کنن. لذا خواهر برادر من، اگر شما یک تابوت میخواین داشته باشه میت شما یا مرده شما، چرا نه؟ و بر حقوقتان باید که شما در مقابل از این وهابی های نادان مبارزه کنید و یک جای دفن کنین که این پاکستانی و ماکستانی و ترا نباشه. این امینا که هستن، این امینا یعنی افکار وهابی را تبلیغ میکنن، هیچ فکر نمیکنن که او آدم به مرض مرده و اگه مثلا تابوت واس کنم که در شفاخانه بسته کردن و امکان داره که مرض زیادتر تکثیر کنه در جامعه، انشالله که نیست و نتست به سر خاک دفن شد. بسیار مردم ما یعنی قدر اینا نادان هستن. از امون خود است که یک جای قبر بخرین که موجه همی امریکایی ها کار میکنن، همون گفت که شما میخواین همون رو همونتر میکنن بر شما. واجه از پاکستانی و ماکستانی و بنگلادیشی و مردم های پسمانده و اینا هیچ نیست. باز مولای اوغان هم اونه خبول داره که بلا سدی بخدا سدی دیگه سنت رسول مقبول است که در دخاق دفن او لفته دخاق 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 دنیا رو مرض بگیره دخاق. یک جای قبر بخریم که موج امریکایی ها باشه که موارزوی شما رو هم چیزی که میخواین اونو برآورده میکن. اما اگه که مریض شما در اثر کرونا میمرده باشه، او از کدر از او غلط است، یک اشتباه است و حتی میتونه که یک جنایت باشه برای بشریت، برای از این که شما مرض پخش میکنید. در یک دو هفته پیش سر اراده زنگ زدیم که یک محترم که از ورجینیا زنگ زده بودن و میخواین که ما را همیشه نفی کنن، این قوم پرستا که زنگ میزنن. امروز زنگ نزنی عزیز دل، میفهم برنامه را زنگ نزن، هیچ کوشش نکن که تو عقل من را تغییر بدی یا فکر من را تغییر بدی، هیچ زنگ نزن. برای از اینکه من وقتی که از معلومات در باره خط خودت کردم، خودت بسیار شدید یک پشتونیست هستی و من که سیکولاریستای نادان، پشتونیستای نادان، ملای نادان هیچ طرف نمیشم. که پای میشنه خوب نمیشنه تلویزیون اکتر چینج کو برو آقای خطاب ببی که به ذوق شما گپ میزنه. فهمیدی جانم؟ مسئله اراده در قرآن با وضاحت آمده که انسان یک موجود خودمختار است. مثلا من تصمیم میگرم اینمیاله که نماز چاشت خود نخونم و مور پسانتر بخونم، مثلا من تصمیم میگرم که یک سیونگ دارم عوضی کنم و سیونگ یک خانه بخرم و میره و موره برای ایژوکیشن یا تعلیم و تربیه میتونم به یک یونیورسیتی میتونم به وجه درس خود دوام میتونم. من تصمیم میگرم که زندگی کنم مجرد، نمیخوایم زن کنم. من تصمیم میگرم که یک چارکرانی که دارم اموره سفر کنم، دور دنیا رو بگردم عوضی که در خانه باشم و یک موتر لوکس بخرم. انسان خود مختار است. انسان خودش برای خود تصمیم میگره. انسان حیوان نیست. برای انسان خداوند عقل، شعور، استعداد، ذکاوت و فطرت اسلامی را داده. خودش برای خود تصمیم میگره. یک آدم خودش تصمیم میگره که با ایمان باشه یا به ایمان باشه. خدا نخواسته که او به ایمان باشه، اما او تصمیم خود میگره که با ایمان باشه یا به ایمان باشه. یک آدم تصمیم میگره که صدقه بده یا صدقه نده. یک آدم تصمیم میگره که زکات خود بده یا زکات خود نده. کلش از خود مختاری انسان هاست. اینا چیزی که
در احیاء علوم الدین که یکی از کتاب‌های بسیار بسیار معتبر دین است و در 4 جلد است و ایرانی‌ها او را ترجمه کردن به فارسی از امام غزالی علیه الرحمه که 1000 سال پیش نوشته کرده، در اونجا یک مطلب بسیار مهم آمده و اویست که در مسئله اراده انسان خداوند میفهمه که شما در آینده چی میکنین. خودت نمیفهمی که در آینده چی میکنی، اما خدا میفهمه. خدا گذشته تا میفهمه، آینده تا میفهمه که شما چی میکنین. این بسیار در احیاء علوم الدین که چندین تا از ملاها را یک روز با پرسان کرده بودم، یک شده اروپا پرسان کرده، یک دوتا شده امریکا پرسان کرده، احیاء علوم الدین نخوندی؟ نه والا ما احیاء علوم الدین نخوندی. با من یکی دانشمنده بسیار بزرگ افغانستان یک روز گفت کسی که احیاء علوم الدین نخونده باشه این دین نمیفهمه. یعنی تنها تا خواندن به قرآن مجید و به احادیث دین نمیفهمی. دین یک تشریح کار داره، دین یک تفسیر کار داره، دین یک تحلیل و تفسیر و از اندیشمندان. این معنی است که ما اونا رو قبول کنیم، اما اونا رو باید خوانده باشیم. اینا رو امام غزالی علیه رحمه میگه که هر چی که شما میکنین خداوند میفهمه که شما چی میکنین، آینده تا نمیفهمه. مثلا یک آدم دزد است اینا رو یک شب میخوانه میه و یک وضو میگره، توبه میکنه از دزدی، توبه میکنه، میگه من میرم یک کار عادی میگرم دیگه دزدی نمیکنم. پس سرنوشت خود تغییر داد. اما اینمی کاری که میکنه خدا میفهمه که اینمی کاری میکنه، اما خودش هم مونده که این تصمیم خودش بر خود بگره و مقام انسانیت در اینمی از یک آدم مثلا شیعه است میره سنی میشه، یک آدم سنی است میره شیعه میشه، یک آدم یک جوان افغان است از هفت پشت مسلمان است رفته کریستیان شده، یکی دیگه به کل از دین برامده. این کلش برای از این که مردم یا انسان خود مختار است، خودش بر خود تصمیم میگیره. اما جواب خودم پیش خداوند خودش باز میده. ضرور نیست که من رو در کفر بگرم و قیم کنم و فانه کنم و حتی بکشم، مثل که در گذشته های کس از دین میبرامد دورم باز میگرفتن میکشتن. اون مقصد از وعیت نیست، مقصد او خدا باز رو جزایش میده. تو باید از خود سوال کنی که اگه آدم از دین که میبره چرا برآمد، در دین ما چی کمبودی بود که تو برآمدی، کی عقلت را پایمال کرده بود که تو برآمدی از دین، آیا در فقر زندگی میکنی که رفتی از دین برآمدی، آیا حقوق آزادی بیان و کلام تو از گرفته شده بود که تو از دین برآمدی، آیا حق مسافرت از تو گرفته شد مثل کمونیستا و اینا نیومدن که مردم سفر کنن که تو از دین برآمدی، چی ظلم سر تو شد که تو از دین اسلام برآمدی؟ خب یک دلیل خب یک آدم داره که از دین میبره. دیگه نمیشه که الکی برای از دین که والا من اسلام I hate اسلام، من از اسلام نفرت دارم. خب تو از اسلام نفرت داری، خب یک دلیل خب برای خود داری که از اسلام نفرت داری. آیا ما عقلت رو پایمال کردیم؟ آیا دخترت در مکتب نموندیم؟ آیا گشنستی؟ آیا برای تو کسی کار نداده و خیشاوندی و خیشخوری و قوم پرستی کردن که تو از دین برآمدی و اونا برام اسلام نیکار کردن؟ آیا آزادی بیان و کلامت را نقص کردن که تو از دین برآمدی؟ آیا تمام روز چطور از دوزخ و از گرز زدن در قبر و در بغل کشی قبر تو را ترساندن که تو از دین برآمدی؟ بعضی کیسایی به God is love و تو یک رنگ برای از گرزای آتش می ترسانی. خب یک دلیل خب یک آدم اندگاه جامعه شناسی داره که در جامعه شناسی یک اصول است که شما هر چیز باید ثبوت کنید. نمیدونیم که از اون قدر است که جامعه شناسی ساینس است، جامعه شناسی علوم لیبرال نیست مثل موسیقی واره یا مثلا ژورنالیسم اینا واره. ساینس است، باید ثبوت کنید که چرا یک آدم از دین مبره، چی وضعیت خراب کردی شده که از دین برآمده. مثل من که جوان بودم
بعض چیزها رو شروع کردم به گفتن، این هم میده کلا کلمه میزن تو گناهکار میشی، این هم کلا کلمه میزن تو مردم بیرا میکنی، این هم کلا کلمه میزن که ای دین خراب کرد. حتی بر ما یماجان، بخیر یماجان بود، یماجان یوسف زای رئیس تلویزیون نور و نور کار میکرد، بر ما گفت که برش پیسه پیش کردن، ما چون چند هزار دلار بین نایفو که فرید یونس از تلویزیون بکش، یا برای امی آدم زنگ زدن که ما شما را اگه فرید یونس از تلویزیون نکشیم ما شما را سو میکنیم، و یا ماجان یوسف زنگ که خداوند مادرش ببخشه و پدرش ببخشه، تربیه بسیار بلند شده بود، او برشان گفته بود که این ما آدرس یک وکیل مدافع را برتان میتونم که نمره تلفنش که شما برین مرا سو کنید، اما مرا نکشید از تلویزیون، که من تا که بمرم مدیون احسان یماجان یوسفزای هستم و همچنان مدیون خلیل جان راغب تا که بمرم هستم، که نمی ملاهای نادان در بیریا در شمال کالیفرنیا برش گفتن ما امضا را جمع میکنیم که فرید یونس تو از تلویزیون بکشی. خلیل جان راغب گفتند شما 200 یا 300 امضا را جمع میکنین، من 1000 امضا را میارم فرید یونس تلویزیون باشه. لذا فرید یونس از پدر خود آموخته بود که همیشه باید که استقامت داشته باشی، استوار باشی، و اگه چیز میفهمی هیچ وقت نمونی که کسی عقلت کنترل کنه. و این استادای من در جامعه شناسی گفتم از یک کسی که از دین ببره شما باید ثبوت کنید چرا از دین برمده، چرا به دین بی علاقه است. بعضی تو در منبر مسجد بالا شده یه وزی که بویی که او مردم خداوند غفور و رحیم است، گفتی که در او دنیا گرزا در طلاقتان میخوره. تو وزی که وز کنی که آزادی بیان حکم قرآن است و هر کس حق داره که آزادانه صحبت کنه و نوشته کنه، قرآن میگه که علم البیان، قرآن میگه که علم بالقلم، تو گفتی که اینه اینی اگه نوشته کنی گناهکار میشی. تو چی میفهمی که گناهکار میشی؟ از کجا سند داری که اگه آدم اکسی نوشته کنی گناهکار شد؟ این از کجا از شکمی کی کشیدی که یک کسی گناهکار میشه؟ گناه مردم تنها پیش خود خداست. این دین و سنت مجاهدین هم آمدن چی کردن؟ بنام قوم، بنام قبیله خود یکیگر خوردن، و طالبا که در سال 96 آمد که چی حال شد؟ زنها را حتی در استودیوم اینا چانواری کردن. حالا خود ای تویتر و اینستاگرام و فیسبوک و اترا برامده که میگه خودش گفته به مردم کابل پشت خودش ور میتن، کل دنیا خبر میشه از این خاطر بسیار معتاد هستن. اما با همی هم که بسیار معتاد هستن، این مردم ظالم و این مردم جاهل مردم رو در بدر کردن در افغانستان. اونا بطور که هیتلر آمد در آلمان در بدر کرد مردم، کمونیست آمد در بدر کرد مردم، یعنی یک چیز نو نیست وقتی که مردم در قدرت نباشه. و اگر حدیث شریف است که قسم که شما هستین رهبر شما اونم کسی است که شما اونم خصف خود شما هستین، یعنی کسایی که خود خاموش بگرن مانایش ایست که یعنی ماینمی رهبری را قبول داره. گفته امریکای اوور مایدت بادی تا که بمرم من این طالب را قبول نمیم، کل افغانستان که طالب را قبول کنم من طالب را قبول نمیم، برای اینکه دین تحمیل نمیشه سر مردم. هیچ کس حق نداره که دین سر مردم تحمیل کنه. اون چیز هم که غلط فهمیدن که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم و اولی الامر منکم، معنیش نیست که تو بیا قدرت به زور بگی یا دین سر مردم تحمیل کن. اولی الامر منکم که یعنی خودشو برای اسلام باشه و عدالت تام بین یهود و نصارا و مسلمان و کل خلقت بجای کنه، مردم از آزادی های فردیش منع نکنه، مردم از اخر تحصیل منع نکنه،
برای اقتصاد مردم کار کنم، برای پیشرفت تعلیم و تربیت کار کنم. اون وقت است که باز اونا میشه که از او اطاعت کرد. رفتن که در قطعه برنامه تفاهم و باز یکی از این کسایی که در جهاد بود باز رفت در پشتش نماز خواند، در پشت طالبان نماز خواند، به خاطر قومیت، به خاطر قومگرایی، به خاطر پشتونیزم، به خاطر پشتونیزم در پشتش نماز خواند، نه به خاطر از اینکه اسلام پیشرفته را پیشکش جامعه به افغانستان میکنه. و چند نفر دیگه هم برام حرکت فلانی و حرکت فلانی و حرکت فلانی در اینجا و در اونجا اینا دست پای میکنن. اینا مردم های بی اندیشه هستن. اینا از خود نه اندیشه اسلامی دارن، نه اندیشه سیاسی دارن. فقط یاد گرفتم چطور جملات گفته مردم کابل، جملات چرب و گرم بزنن که مردم جذب شون. بس اینا میری یاد دارن. اگر اجنداشون رو بکشی کمی اجندای خودت برای افغانستان اسلامی چی هست؟ قطعا اگر اجندا نداره. اگر بخوای پرسانش کنی که میخواید میخوایی که افغانستان از نگاه اقتصادی از فقر نجات بدی، اجندا نداره. اگر خود کتشگر بزنی که این مسئله زنان چطور میشه در افغانستان؟ حال اینا اندگاه مدنی با مردم مساوی باشن، ایجه چپ خدا بگرن. بعضی که اینا کلشان در دل قوم پرست هستن و اندیشه سیاسی از خود ندارن. دیگه عزیز دل، اراده ثبوت شده است. انسان یک موجود با اراده است و خودش در مسائل خود تصمیم میگیره. یکانه چیز یک نیفرمه که 5 سال بعد چی گپ میشه در زندگیش. و اینه که آینده را تو نمیفهمی، نصیب و قسمت اینمیست و یا نصیب و قسمت سر مسائل طبعیست، مثل سیلاب، آتش فشان، زمین لرزه یا زلزله، یا مسائل نصیب و قسمت است. اما انسان یک موجود سرنوشت ساز است. حتی اگه غلط نکرده باشم، من باید تو رو پیدا کنم. یک جای خوانده بودم که از رسول کریم صلی الله علیه و سلم میگه که انسان خودش سرنوشت خود تعیین میکنه. اما یاد ندارم، به یاد ندارم کجای رو خوانده بودم. انسان خودش سرنوشت خود تعیین میکنه. من که اومدم امریکا، مولدار کلگی در سفر شروع کرد و هر کس کار میکرد و زحمت میکشید دیگر دیگر. ما و همسرم تصمیم گرفتیم که ما هر قسم که شب درس میخونیم و بسیار مشکلات ما قبول کردیم که درس بخونیم. یک تعداد اینمی کمیتمنت نکرد. هر دلیلی که داشتن، دلیلشان بر خودشان قابل احترام و هم دلیلشان مؤجل و دلیلشان یک دلیل معقول بود، نکردن. اما دو نفر خواستیم که در این کشور کار آمدیم و خصوصا که پدرم در دالیز خانه ما که پیش زیگ ما برایم گفت یکانه آرزوی ممیست که مثل دیگه برادرهایت باید که درس تا تمام کنیم. و ما آمدیم درس خود تمام کردیم. این تصمیم خودم بود. اما خدای نظمی میفهمید. وقتی که من در تیاره بالا شدم و افغانستان را ترک کردم در سال 1979، من نمی فهمیدم که وقتی که من پایم در سرزمین برسم یک وقت دین اسلام را تبلیغ میکنم. هیچ دمی کلیم نمیگشت. حتی در کلیم نمیگشت که من در سرزمین تا شام بود من نماز بخونم. برای اینکه در کابل نماز نمیخوندم. این زمین خدا می فهمید. اما این تصمیم من بود که من چه قسم باید زندگی خدا تغییر بدم. هر بدبختی که سر مسلمان ها آمده والا بچه هم دیگه نصیب و قسمتت نی. اگه تو بی‌تربیه هستی، اگه تو مثل از آقایی که از ورجینیا بر من زنگ میزنه قوم پرست هستی، اگه تو بد اخلاق هستی، اگه تو شرابیستی، اگه تو ایمان نداری، این تصمیم خودت هست که خودت خواستی که مشروب بخوری، خودت خواستی که قوم پرست باشی. خدا نخواستم،
خودت خواستی که بی‌تربیه باشی، خدا نخواست که تو بی‌تربیه باشی. خودت خواستی که بی‌سواد باشی، خدا نخواست که تو بی‌سواد باشی. تمام این چیز سر خدا مندازن، تگردر خدا مندازن، گلای نصیب و قسمتش نه. بی‌سواد هستی، بی‌تربیه هستی، بی‌پیسه هستی، کم پیسه هستی، این در نصیب و قسمتت نیست. برو بود با کیکو. ما مثلا زرشوی نکردیم در امریکا که آمدیم این رو خواهر مخ پر پت 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 خو کردن نمیتونم. خانه رو پاک کردیم، زرشوی کردیم، در رستوران کار کردیم. این رقم دستکشها رو ما رو میپوشندن در ظرف ده دقیقه کدام 60 دانه به شقاب هم میشوشتم. هر کار شریف است و مشروط به این که به نفع جامعه باشد. خودش میسازد $2,000 میره مثلا یک چیز بر خانه خود میخرم $1,500 بخوی یه موقف خواهدی که زیادتر نمیشه. با نگه پیسه من نمیرسد. تو یاد نداری که تو منی منیجمنت یاد ندارد یا تو کوشش نکردی که منی منیجمنت بفهمی یا شکمش یه نقدر یک رنگ از فشار خون ناله میکنه، یک رنگ از کلسترول ناله میکنه، یک رنگ از بدبختی و بابا خوراک تکم کو نان کم بخو وزن تکم کو. این خود دست خدا نیست که شکمت یه نقدر پندیده بوی که والا خدا شکم مکندانده. نه، دست خودت هست، ساعت دست خودت هست. و اگر که مریض هم میشی و هنوز هم به عقل نمیه که چرا همی گپا شد در زندگی من، مولوز که تو به خودش فکر نمی کنی. یعنی اون مسئله سایکو ایتکس، سوسیو ایتکس و تیو ایتکس. سایکو ایتکس اوست که تو به خود فکر می کنی که من نیست اگه انسان امروز چه قسم باید زندگی کنم، من چی باید بکنم که کلگی من دوست داشته باشم، من چی باید بکنم که از من کسی آزرده نشه. این که پا تا دست خدا نیست. من در هر عروسی که میرم و یک نکار بستم میکنم برای عروس داماد یک مسیج دارم که خوشبختی شما در دست خدا نیست که شما را خدا خوشبخت بسازد. خوشبختیتان در دست خودتان است. اگه شما مشوره میکنین، اگه شما یک فهم تفهیم درست در خانواده می داشته باشید، اگه شما نمیمونین کسی در زندگیتان مداخله کنه، اگه شما خودتان پولتان درست به مصرف می رسانید، اگه شما همیشه در صدد آموختن هستین و خود خوبتر می خواهید که برسانید در زندگی، خوشبختیتان در دست خودتان است، در دست خدا نیست. اما تمام چیزایی که در زندگی میشه و شما میکنین، خدا از این خبر داره و آینده تان رو میفهمه که نمی کاره تو میکنی. خود دو سال باید تا چی که صحبت هم نمیفهمی، اما خیلی تان رو باز خدا میفهمه که خیلی تو چی هست و خیلی تو وقت است که تو در راه خدا قدم بونی. و از این خدا به بدی تو نیست، خدا به بدی تو قطعا نیست. خدا آدم شروع میگه که بسم الله الرحمن الرحیم، کی خدا خدای غفور و رحیم است، این خدا خدای بخشاینده است. اما تو اگر رای خدا را به پیش بگیری، خدا هرگز به بدی تو نیست. و در سوره نساء بود به خیال ما 79، اگر غلط نکنم در سوره نساء بود که میگه که اگر بده به شما برسم از طرف خودتان است، اگر خوبی بر شما برسم از طرف خداست. یعنی هر چیز خوبه که بر شما اتفاق میفته ای از طرف خداست و هر چیز بده که بر شما اتفاق میفته ای از طرف خودتان است. شما خودتان کلاهتان و پیشویتان بانین که من چی کردم که به می بدبختی دچار شدم. آیا اسراف کردیم؟ آیا عقل کسی را پایمال کردیم؟ آیا به کسی دروغ گفتیم؟ و
یک کار خوکدی به غیر از او خدا به بدی شما نیست. خدا خدای غفور و رحیم است، شما را دوست داره، به بنده خود قدر مهربان است که تمام نعمت ها را برش داره، نعمت غذا. راستی یک مقاله نوشته کرده بودم سر انار به زبان انگلیسی، بعضی خواستم رو بر چند نفر از دوستانم در ازبکستان روان کنم، از خود به انگلیسی نوشته کردم و یک مقاله دو صفحه‌ای بسیار جالب آمد که انار چی یک حکمتی داره. و در ازبکستان من که رفتم یک انار رو دیدم که در سر انار ساختگی در سر میز مونده بودن، بغلش واز بود و از دانایش معلوم میشد. من حیران بودم که دانایش تو معلوم میشه، و پسان فهمیدم که انار چی حکمت تصوفی داره و مقاله رو نوشته کردم در وبسایت من www.drfaridyunus.com. مقاله هست، کسایی که علاقه دارن که در تمام دنیا انار ارزش داره، تنها در اسلام نیست، در عیسویت، در یهودیت، در هندو، در زردشتی، در تمام دنیا انار یک میوه بهشت است. و هر قدر که شما انار بیافین و روز چند دانه انار بخورین، بسیار بر صحتتان مفید است. اگر انار نمیافین، آب انار همیشه است، باید که یک گلاس آب انار هر روز بخورین. بسیار جالب یک تحقیق بود که من دیدم که انار در تمام دنیا چی یک حکمتی داره و در ازبکستان یک سمبول تصوف است، بخاطر نقشبندی و تصوف نقشبندی و بهاءالدین نقشبندی که بنیانگذار طریقه نقشبندی است. گرچه که یک دانشمند هم میگن که از این سلسله خواجگان بود، اما ایپی سنتر تمام میوار اساسی نقشبندی خود بهاءالدین است. علاقه داشتین در وبسایت ما هست www.drfaridyunus.com، شما میتونین که مقاله انار بخونین. دیگه عزیزان دل، بر شما بگویم که دین آمد که شما آزاد باشین، دین آمد که شما با اخلاق باشین، دین آمد که شما با تربیه باشین، دین آمد که شما قوم پرست نباشین، دین آمد که شما زن ستیز نباشین، دین آمد که شما از خرافات و سیر و جادو و چیزهای خرافی دوری کنین، دین آمد که شما شیک بپوشین، کاکه باشین، خوش‌عطر باشین. مثل که پیغمبر گفت که در دنیای شما سه چیز دوست دارم: نماز و عطر و زن. و هر کدام از این اگه شما جدا جدا مطالعه کنین که نماز چی بر رویات شما تاثیرات خوب داره و عطر خوب چی تاثیرات خوب داره و زن پارسا که در کنار شما چی تاثیرات خوب داره، واقعا میفهمیم که چقدر یک حدیث زیباست از دهن پیامبر. دین آمد که شما استوار باشین، همینطور مغرور خودخواهی، مغرور انسانیتتان باشین، مغرور دینتان باشین. خودخواهی اینا را خداوند شدید نفع میکنه، و اولین چیزی که نفع میکنه بعد از شرک همین خودخواهی و کبر و غرور است. که یکی از خاطر اولاد خود بسیار مغرور است، یکی از خاطر ثروت خود، یکی از خاطر نام پدر خود، یکی نه این چیزها در دین نیست. در دین تنها تقواست که تو چطور یک انسان خوب میباشی. پس کوشش کنین که یک انسان خوب باشی. و من چیزی که بر شما میگم که این مسئله خود به نکاح بازی گپات و بلا شد، وقتی که در قرآن یک چیز تذکر نرفته باشه، وقتی که در حدیث تذکر نرفته باشه، شما عقل دارین که عقل خود بسازید. عقلتان اگه عقل با عقل علما مصالحه کنین، پس معلوم است شما یک آدم بی عقل هستید. مثل من گفت برای کسی در کابل نشکردم که گفت علما چطور گفتم. من گفتم علما خوب کردن گفتن، اما من از علما کپی نمی کنم، بخاطر از اینکه وقتی من از علما کپی کنم یعنی خودم عقل ندارم.
اون دیگه یعنی که آدم لو دستی دیگه اون دست یعنی کپی کرده برو دیگه از دیگاه خود یه جهت نداری خدا من عقل داده شعور داده الحمدلله ذکاوت داده الحمدلله استعداد داده قرآن پیشم کتابای حدیث پیشم کتابای علما پیشم حالا من چرا عقل خدا نسازم امروز اول فوریه و ما فرید یونس هستم و شما تلویزیون جهانی آریانا افغانستان تماشا میکنیم و سه شنبه 22 فوریه ما برنامه اختصاصی دارم سر زندگی خود از امیال برتان میگم کسایی که علاقه دارد بشنوا برای از اینکه من دوشنبه 21 فوریه 70 ساله میشم و من 40 سال است که در راه دین کار میکنم و این دین من بسیار زیاد دوست دارم و بسیار زیاد من عاشق از این دین هستم و از آن بر شما اعلان میکنم که سه شنبه 22 فوریه اگه زنده باشم چون من 70 ساله میشم بله بفرمایید تلویزیون جهانی آریانا افغانستان فرید یونس هستم بفرمایید دکتر صاحب سلام شما تقدیم است سلام عزیز دل چطور هستی جانم خوب هستی دکتر صاحب شما خوشحال می روانی می کنید خداوند شما را کم نکنند ما بسیار دوست داریم همیشه دعا می کنیم شما بخیر بیاین این صحبت های شیرین زده کنین من سوال داشتم دکتر صاحب محترم من به اگر دیگر رفتم یکی از مسلمان های افغان موفق کرده بود او را به اونجای دفن کردن که مو دیگه مردم ها از مذهب های دیگه بودن و امو منطقه برای مسلمان ها جایی نداشت او آدم ها دمو بین دیگران دفن کردن و کلمه لا اله محمد رسول الله بسنشت اینا را مفت پرسان کردن گفت زمین یک زمین از بردر نمیشه دفن کردن دیگه جایی نبود دوستو بود حالا در دین اسلام چی گفته سر بچشم تشکر جانم ایچ هر جایی که شما دفن کنین زمین زمین خداست و برادر که بر شما گفته به کل درست گفته هر جای زمین زمین خداست و شما که در زیر زمین میرین دیگه مسئله ملیت و دین شما و همتان دیگه قطع میشه شما در اونجا که میرین دیگه حالا به اعمال و کردارتان بازخواست میشین اما هر کس هر جایی که دفن میشه اونمو زمین درست است و هیچ کدام ممانعت شرعی وجود نداره که شما در بین دیگه مادر من الحمدلله خداوند غریق رحمتش کنه مادر من در بین یک تعداد زیاد مردم کاتولیک عیسوی در فرانسه دفن است و برادرم هم در قبرستان کاتولیک در فرانسه دفن است و این سوال در گذشته های دور هم از ما شده بود هیچ گونه ممانعت شرعی نیست که شما در بین دیگه مخلوق خدا دفن شوید دفن یک کس دفن میشه یک کس هیچ حتی در یکی از برنامه ها گفتیم که دفن نمیشه هر جای اخبار لاوری نه یک هر جای ملک ماست که ملک خدای ماست زمین زمین خداست و کلش از خداست و پیش ما یک امانت است و هر جایی که دفن شویم اونمون دفن بالکل درست است و حتی در دین محمده که شما در اون جایی که میمرین مثلا شما میرین در استرالیا دیدن خیش قوم طور مثال یا آلمان میرین دیدن خیش و قوم و در موجه فوت میکنید در موجه باید دفن شوید یعنی انتقال میت از یک کشور به یک کشور دیگه و که بازی کسا چی میکنن که من افغانستان ببرین غیر شرعیستی بود برنامه امروز من تلویزیون جهان آریانا افغانستان تا برنامه آینده شما رو به خداوند کریم اسپارم سبحان رب کرب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین فرید یونس تشکر وطن وطن من شکوفه سخن من که زن و مرد در اسلام از جای مدنی مساوی است این برنامه وطن کفن من